در عربستان سعودی عید شیرکانه شیطانی هلوین جشن گرفته شد. حالان که این دیار مقدس را اکثر مسلمانان دیار توحید می نامند. حکومت سعودی عید هلوین را به مثل مانند جشن گرفت. در پایتخت سعودی در شهر ریاض با راهبری سروزیر استراحت محلی سه روزه فستیوال عید برگزار گردید. مدنیت اروپا غایه های لیبرالیزم و سکولیاریزم به شهر ریاض هم رفته رسید. شهر ریاض از مکه و مدینه به مسافه 720 کیلومتر دورتر جایگیر است. چقدر مقدس بودن مکه و مدینه و هممون معلوم و مشهور. کعبه معظمه قبله مسلمانان این شعار است که قلب های مسلمانان اشتیاق دیدن اوست. توافگاهی در حج و عمره زیارت می شده در روی زمین یگانه خانه ای که و آدمان مبارک و عالم هدایت کرده مونده است. در نزدیکی شهرهای در روی زمین مبارک بوده برگزار گشتن این گونه فسق و فساد و شرک چقدر حالتی دهشتناک است. سبحان الله. معلوم که تاریخ عید هلوین از غایه شرکی و شیطانی گرفته شده است. عباره هلوین به انگلیسی معنای شب همه ای روح ها می باشد. در بعضی منبع ها هلوین را مراسم سردی، تاریکی، آلیگی و مرگ یا اینکه خدای مرگ به سیمن پیوست بوده می نویسند. اولین مراتبه این عید را بریتانیا و خلق شمال ایرلندیا جشن گرفتند. در عرفه روزهای سرد شب 31 اکتبر به 1 نوامبر گذشتند، تمام چراغ‌ها، شمع‌ها، فانوس‌ها و آتش‌ها خاموش کرده شده است. مردم در تاریکی و ظلمت به روح مرگ حمد و ثناها خواندند. در قبیله ما با تویم، ما هم به مثل تویم، جان ما را نگیر گفتنی صدا بلند شده است. صبح پگاهش خلق آتش کلان افروخته در روی هایش و نقاب های گوناگون پوشیده یکدیگر را ترساندند و از بین خود یک شخص را برای این خدای باطل مرگ قربانی کردند. لباس های به حیوان مانند و نقاب های بد شکل پوشیده در کوچه ها پریشان تا سحر داد وای کرده گشتند، به کلوب های شبانه رفته هر عملی دلخواه را کرده، از پشت این حلاوت بردن به کدام جهت دینمون راست می آید. بغیر از این در روز هلوین ظلم کردن، فسق و فساد و جهت های به انسانیت ضد بوده ترغیب کرده می شود. این نمایش است که بر ذهن کودکان تأثیر می گذاروند. پس هلوین رسم های شیرکانه را ببر می گیرد. جشن گرفتن این گونه عیدهای شیرکانه در نیم جزیره عرب تصدیق حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است که با قیامت نزدیک قبیله های عرب باز به شرک برمیگردند گفتند. در حدیث روایت کرده ابو سعید الخدری رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند: شما با راه های قوم گذشته وجب به وجب قدم به قدم پیروی کرده می روید. آن وقت صحابگان پرسیدند: یا رسول الله، یهود و نصارا ها رو میگویید؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نباشد کی را گفتند. یعنی اکثر مسلمانان به رسم و آیین قوم یهود و نصارا تقلید کرده با راه های آنها می روند. به الله سبحانه و تعالی دعا میکنیم که مسلمانان را از تأثیر اعتقاد و مفکوره غرب نگاه دارد. در اصل این و به این مانند واقعه ها و نزدیک ماندن قیامت دلالت میکند. بیایید باز حدیث های به قیامت نزدیک حادثه های به زمین های مکه رخ میداده را دیده میبرایم. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند: تا کوه ها از جایش کوچانیده نشود قیامت قائم نمیشود. وقتی من در مکه بودم در آنجا کوهی با نام قیقوعانی از احد الاخشبین بوده هموار گشتنش گواه شده بودم. در زمان خود به نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دو فرشته آمده گفتند: آیا می خواهی که آن دو کوه ها را به بالای قریش ببینی؟ یکی از آن کوه ها ابو قبیس، دومش قیقوعان. عیناً همین کوه های قیقوعان هموار کرده شد. کوهی که در سایه‌اش پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گشته بودند نیست کرده شد. کوه را با زمین برابر کردند. اینها برای مردم چشم خود را کشادن نشانه های آشکار است. عبدالله ابن عمرو رضی الله عنه گفتند: شما بناهای مکه به مثل کوه قد کشیدنش را میبینید.
وقتی من یکم بار به مکه سفر کرده بودم، در آنجا حالا بناهای به کوه برابر می‌شده را ندیده بودم. حاضر باشد در مکه از قله‌های کوه هم بلند بناها ساخته شد. من وقتی به یکی از بلندترین کوه مکه برآمدم، بنای ساعت از این کوه هم بلندتر بودنش را دیده بودم. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه ادامه داده و مکه را در آن سراخی کشادنش را بینید، یعنی حاضر از بین کوه ها یک چند سراخی تونل ها کشاده شده است. و بناهای به مثل کوه قد کشیده را بینید، به تحقیق ساعت سایه خود را انداخته است گفتند. امام سیوطی به این سخنها شرح داده می گوید که مراد از ساعت این ساعت قیامت است، به نزدیک ماندن قیامت اشاره است گفتند. اما به این حدیث به شرح نظر اندازیم، به یک چیزی حیرت‌آور گواه می شویم. امروز آن بنای بزرگ ساعت سایه خود را به کعبه انداخته ایستادنش را می بینیم. این بنا را به زبان عربی چی می گویند؟ الساعه، یعنی ساعت. ساعت به کعبه سایه خود را انداخته ایستاده است. حالا دیر نشده به توبه کردن، به عملهای صالح کردن پیشتابیم.